أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. اللهم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الضارة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وروي في كتب الأخبار قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. خدا سپاس بگوییم که به ما مهلت داد و یک بار دیگه وارد ماه مبارک رمضان شدیم و انشاءالله از ذات باری مسئلت داریم که توصیل روزداری را به ما عنایت بفرماید و قیام لیل ماه شریف به حمد الله والمنة. هلال ماه شعبان ثابت شده است برای تمام آقایان مراجع معظم تقلید، چه در ایران و چه در عراق، بدون خلاف. یعنی هیچ الحمدلله اول ماه امسال اختلافی نشد، حتی در عراق و در نزدای جلال سیستانی منتظرالله، در قوم حتی پیش آیت الله آقای وحید خراسانی و حتی آیت الله آقای شبیری زنجانی منتظرهما که دعانی بزرگوارن یه رو عقبن ثابت شد اولمان. بنابراین ولله الحمد در آغاز ماه رمضان خلافی نیست، برای اینکه امروز شنبه 18 خرداد اول ماه مبارک رمضان است در نزد همه. پس دیگه این الحمدلله شروع خوب ماه رمضان را بفرمایید که تفعول به خیر میزنید که تا آخر انشاءالله همین باشید. خب یه مسئله عرض کنیم: اگر کسی روزش رو در سال گذشته افطار کرده است به هر دلیلی، اگر به هر دلیلی افطار کرده بوده، مسافر بوده، مریض بوده، روزش رو افطار کرده، میبایست تا قبل ماه رمضان امسال روزش رو قضا میکرده است. اگر روزه رو قضا کرده، هیچ دور خورده، مسافر بوده بارسال دو روز و روزه رو افطار کرده، بعد در طول سال دو روز روزه رو قضا کرده، هیچ. اما اگر یادش رفته تا حالا قضا کنه، میبایستی کفاره تأخیر بده. کفاره تأخیر یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه این دو روز رو تا ماه رمضان بعدی قضا نکرده، روزی یک نان، تقریبا روزی یک نان میدن به فقیر، نون هم باید بدن، پولش هم اگر میدن قید کنن برن نون بگیرن. توجه میفرمایید؟
اگر نوشابه رو خورد و سیگار بکشد و اینا فایده ای نبوده، نون باید باشد. خیلی خوب، پس بنابراین این میشه کفاره تأخیر. چرا عقب انداختی غذاش رو نگرفتی تا ما رمضان سال بعد؟ ولی اگر غذا کرده چیزی بر عهدش نیست، اون آبروب یا خرمایت که بفرمایید بیماریشون مستمره، ولی دیگه یه بیماری دارد که نمیتوند روزه بگیره، پیره مرده، پیره زده، جو میفرمونید و اینا دیگه رو به بهبودی که نمیرند که هر روز حالشون انشاءالله بهتر بشن، اما قاعدتا نمیشن. بنابراین اگر نمیتواند روزه ها رو قضا کنه، اونم روزه یکی به نوع بابت هر روزه ای که افطار میکنند فدیه میدهند به فقیر، به خاطر اینکه چه بشود خدا ثواب روزه رو به اونها بدهد. پس بنابراین این کفاره تأخیر و کفاره برای اون کسانی که بیمارند و مجوز افطار دارند. یه صلوات ما از سال گذشته ماه رمضان شروع کردیم اینجا رو تفسیر قرآن بگیم. ماه رمضان ماه نزول ماه قرآن، بنابراین شایسته است که بهترین متنی که میشد مورد بحث قرار بگیره قرآن کریم. سال گذشته برای دوستانی که بودن سوره حمد رو گفتیم، یعنی از اول مانیتون تا آخر مانیتون بحث مسلسل ما همین سوره حمد بود. البته جمعه هاش در مورد امام زمان هم زدیم، شیش روز هم نقل فتاوی کفر شیعه رو که نابرادری های وحابی رو صادق میکنند اونو گفتیم. الواقعش 18 جلسه ما مختص کردیم به سوره حمد رو. به حمدالله 7 آیه سوره حمد رو تو 18 جلسه خدمت دوستان گفتیم که متنش هم منتشر شد. حالا بعد سوره حمد میرسیم به سوره بقره. سوره بقره قبل اینکه شروع کنیم تفسیرش را، شما ببینید فضیلت سوره بقره چیه. این روایت رو برای رو میخونم، شیخ صدوق نقل میکند، سند رو دیگه میندازم، سواب و دعوان صفحه 130. شیخ صدوق از ابی بصیر از امام صادق میفرماید من قرأ البقره، کسی که سوره بقره را و آل عمران، سوره بقره و آل عمران رو بخونه، این میشه سوره شماره 2 و 3 قرآن کریم. از مفصل‌ترین سوره ها بقره است، بعدش هم شاید آل عمران. هر که این دوتا سوره رو بخونه جا اتا یوم القیامه تو زندان او علا رأسهی مثل قمامتن، این دو تا سوره روز قیامت میان تو سرش سایه میاندازن مثل دو تا ابر. روز قیامت یکی از مشخصاتش این است که سایبان نیست که کسی بره زیر سایبان، و آفتابش بسیار سوزنده است. مردم همینجور که ایستادن روز قیامت دارن عرق می‌ریزن و از عرق مردم مثل جویی که را می‌افته را می‌افته. آفتاب سوزان و سایبان هم نیست. بله، برای بعضی ها اختصاصی سایبان خدا قرار میده، از جمله برای اونایی که سوره بقره و سوره آل عمران رو بخوانند خدا رو سرشون روز قیامت مثل دو تا ابر اینا سایه میاندازن برای اینایی که این دو تا سوره رو خوندن.
یا بفرمایید روایت دیگه، باز شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام نقل میکند، تو همون سواب الاعمال، امام سجاد از پیامبر خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ اربع آیات من اول البقره، کسی که چهار تا آیه اول بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، برید چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، و دو تا آیه بعدش آیت الکرسی و دو تا آیه بعدش، یعنی همون سه تا آیه که شما به عنوان آیت الکرسی میشناسید، و سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونید. سه تا آیه آخر سوره بقره همون آیاتی است که بعد نماز عشاء میخونید. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تا آخرش. میفرمایند کسی که چهار آیه اول، سه تا آیه الکرسی، سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونه، جمعش شد چند تا؟ ده تا. چهار تا رو سه تا و سه تا ده تا. چهار تا اول، سه تا آیه الکرسی، سه تا آخر. اگر کسی اینها رو بخونه لم یری فی نفسه و ماله شیئا یکرهه، در جان خودش و در مالش چیزی که ازش بدش بیاد نخواهد، یعنی مریض بشه، یعنی مشکلی بدش پیش بیاد، بیفته دست و پاش بشکنه، حادثه اتفاقی تو جونش بدنش، هاکذا تو مالش، مالش رو دزد ببرد، آتیش بگیرد، در جانش، بدنش و مالش چیزی که ازش بدش بیاد واقع نخواهد شد. ولی یقربه شیطان، شیطان هم نزدیکش نمیبرد، شیطان مارموزون تو قول زنجیره، شیطان هم این ده تا آیه رو بخونه نزدیکش نمیشه. ولا ینسى القرآن، قرآن را هم فراموش نکند. از این خاصیت ده تا آیه. حالا اگه کسی 286 آیه سوره بقره را بخونه که به مراتب چی بهتر. باز یه روایتی رو براتون بخونم که طبرسی صاحب مجمع البیان تو مجمع ذکر از عبید ابن کعب، عبید ابن کعب از کسانی است از اصحاب پیغمبر که نسبت به قرآن دانشش خیلی زیاد، یعنی علوم قرآن را بعضیش را این عبید ابن کعب داره، یعنی از اصحاب دانا و دانشمند پیامبر خداست نسبت به قرآن. اگر میخواستن آیه رو، حالا به حسب نقل‌هایی که شده دیگه، حالا اینا نقل شده، متن رو جزء قرآن بگذارند، عبید ابن کعب باید تعیید میکرد که این جزء قرآنه، بعد تعیید عبید ابن کعب میذاشتنش تو قرآن. اگر به حسب نقل‌هایی که تو تاریخ هست، اگر عبید ابن کعب بگفت جزء قرآن نیست، داخل در قرآن نوشته نمیشه، مثلا یه آیه نیست، یعنی ادعای آیه کرده است، خلیفه دوم یه آیه رو برداشت آورد و مدعی شد به حسب نقل صحیح بخاری و بقیه کتابای اهل سنت، آیه ای رو جلو به خلیفه آوردن و گفتن که این آیه جزء قرآن، این رو بذارید تو قرآن. متنش این است: الشیخ
و شیختو ازا زنیا فرجمو هما البتر تر. گفتن این قرآن خلیفه دوم یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن اونها رو چکار کنی؟ رجمشون کنی، سنگسار کنی. اسمشون گذاشتن آیت و رجم، یعنی آیه سنگسار. و مدعی شد این جزء قرآن، اینو بذارید توی قرآن. عبی بن کعب گفت این جزء قرآن نیست، نگذاشت جناب خلیفه اسرا عبی بن کعب انکار. تا زمان خلافت خودش، حتی تو زمان خلافتش هم گفت این جزء قرآن رو بذارید تو قرآن. با این که خلیفه بود عبی بن کعب زیر بار نرفت، این جزء قرآن نیست، ما این رو تو قرآن نمیگذاریم. تا بفرمایید که تا آخر عمر جناب خلیفه میگفتن این جزء قرآنه، عبی بن کعب گفت اگر اینو تو قرآن بذاری کفن میپوشم، شمشیر میکشم، میام به جنگ، این جزء قرآن نیست. آخرم عبی بن کعب پیروز شد و شما تو قرآن هم چه آیه دید؟ نه سنی ها این آیه را از جناب خلیفه قبول کردن، نه شیعه ها. سنی ها بوده که خلیفه دوم در نزد اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است، قبول نکردن. چرا میگم خلیفه دوم پیش اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است؟ برای اینکه حکم خدا و پیغمبر زیر پا میگذارن، اما حکم خلیفه دوم رو زیر پا نمیگذارن. پس مقام خلیفه بالاتر از خدا، بالاتر از خدا و پیغمبر. ولی اینجا پیر خلیفه نبودید، چون عبی بن کعب مقابل خلیفه ایستاد و گفت این جزء قرآن نیست. حقا با عبی بن کعب بود، اصلا قرآن و همچین به این خنکی ما آیه در قرآن نداریم، یعنی به این بی‌نزدگی، به این خنکی، نه فصاحتی دارد، نه بلاغتی دارد. حالا جناب خلیفه چرا فرمودن نمیدونم، شاید بخواد، چون میدونید تو قرآن کریم آیه در مورد رجم نیست، سنگسار، ولی تو تورات هست، حکم سنگسار بوده تورات. تو قرآن آیه رجم نداره، سنگسار تو شریعت داریم ولی تو قرآن نداره. شاید جناب خلیفه میخواست که چون تو تورات هست تو قرآن آیه رجم ذکر بشه. شاید علتش این بود، چون جناب خلیفه دوستان یهودی زیاد داشت. حالا اون رو بگذاریم. من قرآن عبی بن کعب میگه من قرآها، یعنی هر که سوره بقره رو بخونه، فصلوات الله علیه و رحمته، درود خدا و رحمت الهی برش نازل میشه، خدا برش صلوات میفرسته بر کسی که سوره بقره رو بخونه و رحمت الهی بر او نازل میشه و خدا به او اعطا می کند اجر کسی که در راه خدا یک سال جنگیده و جهاد کرده است. توجه کنید. و قال لی، عبی بن کعب میگه پیغمبر خدا به من فرمودند، که این روایت بود، پیغمبر خدا به من فرمودند یا عبی منع المسلمین ان یتعلموا سورة البقره، عبی بن کعب به مسلمان ها امر کن سوره بقره رو برن یاد بگیرن، فان تعلمها برکه، یا
یاد گرفتن سوره بقره برکت است و ترک ها حسره. کسی که ترک بکند یاد نگیرد سوره بقره را موجب حسرتش میشه. ولا یستطیع و هم بطله، اون آدم هایی که بطله هستن قدرت یادگیری سوره بقره را ندارن. بطله یعنی اون هایی که دنبال کتابت بیهودگی هستن، این معنی لغویش. منتها اینجا میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله من بطله؟ قال از سحره. گفتم بطله یعنی اونایی که ساحران هستن. پس بنابراین یکی از چیزایی که میتواند سحر را هم باطل کند از این مطلب استفاده میشه سوره بقره هست. البته حالا که دیدی کسی سحر به اون صورت بلد نیست که بخواد سحر کنه. حالا بفرمایید که خب پس پیامبر امر کردن به حسب روایت به تعلم سوره بقره که بریم سوره بقره رو یاد بگیریم برکت توشه. خیلی خوب. خب حالا چون دیگه از شیء و به شیء یذکر، چون بله خلیفه دوم و ازش رو اسم آوردیم، جناب خلیفه دوم هم سوره بقره رو یاد گرفتن. چقدر طول کشید یاد بگیرن؟ به نظر که صحیح نقل صحیح بخاری از کتابای متون هم از صحیح ترین متن اهل سنت 12 سال طول کشید. روحانیش رو یاد بگیرن، نه حفظ کنند، حفظ رو بنشون. روحانی سوره بقره به 12 سال، صحیح بخاری میگه، من نمیگم، میگه 12 سال طول کشید روحانی سوره بقره رو یاد بگیره. بعد 12 سال که تونست روحانی رو یاد بگیره، حالا ما نمیدونیم راستی هم تونست یاد بگیره آخر الامر یا نه، باید میفرستاد بهش پیش آقای مشتاقیان بیاد یه امتحان سوره بقره بدهد روحانی ببینیم درست میخوند یا نه. بعد اینکه 12 سال رو یاد گرفتن، گفت از بس خوشحال شد، گفت یه شتر قربانی کنید و گوشتش رو بدید به فقرا که کسی نداد چشم نکنه که بعد 12 سال سوره بقره را یاد گرفتن. این هم حالا مقامات علمی خلیفه دوم برای شما روشن باشه که مقامات علمیشون چقدر است. باز روایت دیگری تبرسی نقل میکنند از پیغمبر خدا، لکل عند لکل شیء ثناء و ثناء القرآن سورة البقره. هر چیزی یه برجستگی داره، یه ارتفاع، یه چیز مهم داره و ثناء برجستگی قرآن سوره بقره هست. من قرأها فی بیته نهارا لم یدخل بیته شیطان و سلاست ایام. کسی که روز سوره بقره رو بخواند شیطان 3 روز تو خانش نمیرد. و من قرأها فی بیته لیلا لم یدخل شیطان سلاست ایام. کسی که شب بخوند سوره بقره رو شیطان 3 شب خونش نمیرد. اینا روایاتیست که در فضیلت سوره بقره نقل شد. باز تبرسی نقل میکنه در یکی از جنگ ها پیامبر میخواستن فرمانده جنگی بکنن، به اینایی که بودن گفتن کی قرآن بلده؟ هر کی گفت من بزن. یه جوانی بود گفت آقا من فلان سوره بود، فلان سوره بود، سوره بقره رو بلده. شد 3 تا سوره با سوره بقره، گفت سوره بقره رو بلده. پیامبر اون جوان رو فرمانده سپاه انتخاب کرد، گفتن این فرمانده شما باشد زیر نظر این حرکت بود. آمدن اعتراض کردن یا رسول الله خیلی کم سن و ساله، این بچه هست، شما این رو فرمانده ما گذاشتید؟ فرمودن معه سورت و بقره، چون سوره بقره رو حفظه است، سوره بقره رو بلده است،
من اون رو برای شما فرمانده انتخاب کردم. باز از پیامبر پرسیدن که به حسب بله بیان شیخ طبرسی سور قرآن کدام افضل است؟ به حسب نقل روایت فرمودن بقره. پرسید تو سوره بقره کدام آیه افضل است؟ فرمودن آیتون کرسی. باز می فرماین که شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش روز جنان میگه این نست در بیوت من الخیر بیت، کوچکترین خانه ها از خوبی، یعنی ممکنه خیلی بزرگ باشه چند هزار متر باشه اما خیر و خوبی توش نیست. خانه ای که سوره بقره درش خوانده نشود اون خانه کوچکترین خانه از حیث خیر و خوبی است. سوره البقره فسطاط القرآن، خیمه قرآن سوره بقره است. باز جناب شیخ ابوالفتوح، ابوالفتوح رازی قرنش کجاست؟ یادتونه قرن ششم هجری است. یه تفسیر فارسی داره، شیعه هست، بسیار تفسیر خوب. دوستان خودم رو که تفسیر فارسی میخوام 20 جلد ارجاع میدیم به این تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی، منقب و پاکیزه، فارسی هم هست، البته نسلش هم قابل فهمه، زبان فارسی ما خوبیش اینه که خیلی در طی قرنها تغییر و تحول پیدا نکرده است. شیخ ابوالفتوح قبلش حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرره، تو شهرره که بری زیارت عبدالعظیم حسنی رو که زیارت کردی، بعد میان امامزاده حمزه، بعد امامزاده حمزه که میان برید به طرف اون امامزاده طاهر که اون گوشه هست، الان سر راه دون باقی شده منشته سنگ قبر دارن شیخ ابوالفتوح رازی. سابقا یکی از اتاقهای سر بود، حالا این اتاقها رو دست هم دادن، حالا تو مسیر واقع شده. از خادمان رو پرسیم نشون میدن تفسیرش به باقی زد. هر مقدار که تفسیر شیخ ابوالفتوح پاکیزه است، بله بعض تفسیرهایی داریم که نه جور نیست. شیخ ابوالفتوح میگه پیامبر فرمودن سید الکلام القرآن، بهترین کلام، بالاترین کلام، آقای سخنان قرآن، و سید القرآن سورة البقره، آقای قرآن سوره بقره، و سید سوره بقره آیت الکرسی، بالاترین بهترین آیات سوره بقره آیت الکرسی است. یا علی فیها خمسون کلمه، آیت الکرسی 50 کلمه و حرف، فی کل کلمات شرف و ذکر، هر کلمه شرف و یاد و ذکر خدا، یعنی یه مطلبی در زیر هر کلمه ایش نهفته است. خب بعد که دیگه روایاتی داریم در باب آیت الکرسی که دیگه سری ترجمه شما به شما میگم، صاحب جامع الاخبار از قول پیغمبر کسی که آیت الکرسی رو بعد از هر نمازش بخوند جلوی او را از ورود به بهشت نمیگیرد مگر مرگ. یعنی اگه بعد هر نماز آیت الکرسی رو بخونی بهشتی میشه، یه چیز جلو تو از وارد شدنت به بهشت گرفت. خب هنو نمازی که بری بهشتی، تا نمونده که آدم تو بهش نمیرد تو دنیاست. یعنی اگه آیت الکرسی رو بخواند بعد هر نماز انشاءالله بهشتی میشه. و من قرارها هین نامه آمنه الله و
و جاره و اهل دویرات رو آیت الکرسی رو بخونه موقع خوابیدن، خودش در ایمنیست، ایمنیست، همسایش، خانه های دورش، تمام اینا میرن در ایمنی. اگر آیت الکرسی رو بخونید همه در ایمنی قرار میگیرن. از امام باقر صاحب جامع الاخبار میگه اگر کسی آیت الکرسی رو بخواند و در حال سجده باشد وارد آتش جهنم نمیشد. باز امام باقر میفرماید، همون صاحب جامع الاخبار، کسی که آیت الکرسی رو پشت وضوش بخواند، وضو که دیگه آیت الکرسی رو بخواند، یه بار خدا ثواب 40 سال عبادت رو میده، 40 درجه برش اضافه میشه. بله، این هم دیگه مانون آقای حجاب حسینی. و خدا در روز قیامت رو تثبیت میکنن 40 روح رو این چون دیگه اونایی که بله اوضاعشون کارشون تمومه دیگه میره تو قیامت، دیگه تو قیامت دیگه 40 روح رو این میشون. باز بله اینم بخونم رو تمام کنیم. میفرماید پیامبر فرمودن صاحب جامع الاخبار، فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد و آیت الکرسی و 2 آیه از سوره آل عمران، آیه 18 و آیه 26 سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو فآخرش، و آیه 26 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء فآخرش. کسی که حمد آیت الکرسی این 2 آیه رو تو آل عمران آیه 18 و 26 آل عمران تا آخرش بخواند، توجه می‌فرمایید، معلقات بالعرش، اینا آیاتی است که دور عرش الهی آویزان است. خیلی خوب، بین این آیات و بین خدا حجابی نیست. یعنی این آیات رو که بخونی حجابها بین تو و خدا برطرف میشه. یا رب این آیات گفتن به خدا، این آیات به خدا گفتن، هر بردگار خدای تو ما رو فرستادی از عرش روی زمین پیش اینایی که گناه و معصیت میکنن، ما گناهکاریم دیگه. آیات به خدا اعتراض کردن، خدای ما تو رو عرش الهی بودیم، ملائکت الله طواف میکردن دور ما، حالا فرستادی ما رو زمین و این بندگان گناهکاره. خدا جواب داد لا یمنعکن احد من العباد، هیچ کس این آیات بعد نمازش نمیخوند الا جعلت الجنت مصلاه، مگر این که من خدا بهشت رو جایگاه او قرار میدم. بعد نماز سوره هم آیت الکرسی، 2 آیه از آل عمران، آیه 18 و 26 شهد الله انه لا اله الا الله تا آخر، قل اللهم مالک الملک تا آخر. اگه بخونی بنابراین روایت خدا میگه بعد نمازش بخونه، من خدا بهشت و جایگاه رو قرار میدم، اگر ما کار فیه بهشت میبرمش هر چیز باشه، ولأسکنته حظیرة القدس، او رو ساکن حظیرة القدس پیش خودم میکنم و هر روز 70 بار با نظر رحمتم به این بنده خودم نگاه میکنم. خب پس ببینید که داستان سوره بقره خیلی بله مهمه.
خصوص آیت الکرسیش و خصوص بفرمایید که دو تا آیه آخرش که میخوانید بعد نماز عشا خونده میشه، بفرمایید اون دو تا آیه آخرن. بله بخونید آقای آشفنی. آمان الرسول به ما انزل الیه من ربه تا آخرین سوره، دو تا اینا رو میفرمایند. این دو تا آیه جزء گنج‌های بهشت، دو تا آیه آخر سوره جزء گنج‌های بهشت است که خدای رحمان او را با دست خودش نوشته است، قبل از اینکه 2000 سال قبل از خلقت خلق، قبل اینکه خلق را آفرینش کند به 2000 سال، خدا این آیات را نوشته و اینا جز به گنج‌های بهشتی است. هر کس بعد از نماز عشا این دوتا آیه را بخواند، خدا ثواب نماز شب بشید. دوتا آیه را خوند بعد خوابه این خوابش بود، خسته بود، نماز شبش رو یادش را بخوند. این دوتا آیه رو که بخوند، خدا ثواب نماز شبش رو بهش میده. درست شد؟ خیلی. این رو برای تو فضیلت سوره بقره چند تا حدیث خوندم که بله دوستان بدونم ما چرا که شروع کردیم سوره بقره. سید القرآن است، آیات بسیار مهمی درش هست. انشاءالله از فردا متن سوره بقره را شروع میکنیم به بعد تفسیر کردن تا هر جا که دیگه برسیم. ماه مبارک رمضان میریم جلو. در همین آیات اول سوره بقره داریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ابن عباس نقل میکنه هدی للمتقین، میگه این میگه مراد از متقین کیا هستن؟ میگه علی بن ابی طالب و شیعته. الله صلی الله علیه و آله محمد. یه مرتبی مراد هدایت برای منتقین است، یعنی مراد هدایت برای شیعه امیر المؤمنین است. رفتن در خانه امیر المؤمنین، منم نگذرم، فقط همون خطبه شعبان میگه که برای شما اول شما تا بخوندم و دیتی کشم از آوزی خوندن، همون خطبه رو داستان آخرش برم بگم. روزه من تمام ماه رمضان، ماه امیرالمومنین هم هست دیگه، چون شهادت امیرالمومنین توش باقی شده. پیغمبر خدا خطبه شعبان میگه خواندن برای مردم، امیرالمومنین آخر خطبه یه سوال کرده، ایون اعمال افضل فی هذا الشهر، پیامبر خدا با فضیلت ترین، بالاترین، مهمترین عمل تو ماه رمضان چی چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن الورع عن محارم الله. گناه نکنی بالاترین عمل. گناه دایرش میگه با چشم، با گوش، با دست، با پا، با دهان. گناه تو رو آرزو نکن، این بالاترین عمله. اگر کسی گناه نکنه یهو دیدن اشکال و قیامبر جمعی شد. امیرالمومنین شاید خجالت زده ناراحت فرمودن یا رسول الله چه رو گریه میکنید؟ با اینکه قصد اذیت شد، من یه سوال کردم، شما سوال رو جواب دادید، چرا اشکات جاری شد؟
چه گلیه کردی؟ فرمودن علی جان گلیه کردم به خاطر این که این ماه اون ماهیست که تو این ماه تو رو به قرآن میرسانند و به حاصل از خون فرد سر خزار خواهد شد. عشق من برای این است که قطع و شهادت تو ماه رمضان واقع می شود. امیر فرمودن یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ آیا وقت که فرق سلامت شکافته می شود و پوشته می شود دینم سالم است؟ فرمودن بله امیر جان، دین تو موقعی که به شهادت میرسی سالم است. امیر خدا رو شکر کردم که بله داخل هم که من از این دنیا میرم و با دین سالم از دنیا میرم. حاصل هست خب که این فرمایش بیان و نمیخوایی روزه اول ما رو از اون اشکاق بشینم کنار اشکاق پیغمبر خدا که تو خطبه شبانی عشق و صورتش جاری شد. که این قیبگوی پیغمبر به حقیقت پیوست؟ اما وقتی که شب نوزده هم جبرئیل صدا زد بیان آسمان و